سلام اینجا خودی یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در این جمعی که هستیم کارون جریان داره سلام فرهاد هم با ماست. سلام فرزاد هم از دانتان ونکوور همون مرکز شهر نشسته با ماست سلام فرزاد تو یه تصویر اون در تصویری میبینم فرزاد یه اومد تو کادر یعنی کل کادر رو الان گرفته, گرفته. من لپتاپ هم یه طوری که اه... خیلی زومه آره, آره. زومه زومه <imprinted> <gölny> 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 نمیدونم من جونم تو که امروز اپیزود چند دیویست و دو دو هفته جل. 16 ماست من داشتم دیروز با کارون صحبت می‌کردم، ما فهمیدیم که اصلا استر... یه دوربین هم تمیز کنم شما ادامه بدیم خواهش میکنم تصمیم دیدیم که این سیزن این فصل ما هیچ بریک هم وسط نگرفتیم و همطوری داریم ادامه میدیم رسیدیم الان هفته 16 هم فکر کنم اگه از, تو... از اون گرم شده آره دیگه چیکار کنیم دیگه مجبوریم مجبوریم ما مجبوری. در <applause> آره قدیم که رفت آمد میکردی اون نیاز به بریک گرفتنه بود آره ولی الان دیگه نیست یه چیزی بگم یه نفر یه کامنت داده بود برام جالب گفتش که آره جدیدن حالا اپیزودهای جدیدی که گوش داده از است خیلی خودمونی تر رو مثلا حرفای روزمره و اینا زیاد مثلا توش بیشتره من نشستم فکر کردم شاید به خاطر مثلا دوران کرونا باشه که ما واقعا با همدیگه چون صحبتی نمیکنیم خارج از خودکست هم دیگه رو نمی بینیم. حالا هرچی هم هست یا تلفن و مثلا فیس تایم و اینجور میایم اینجا میشینیم درد دل میکنیم میه واقعا اصرار دل پیدا میکنیم و... تی؟ این اتفاقات میافتاد که ما قادر همیگر نبودم. نه یه دلیل دیگه هم میسی. که داره حالا شما, شما سه بهتر میدونید یعنی نه لباس پوشیدن رو من فرق میکنه پای خود کس که کی میشینم. اون. یعنی فقط مشکل لباست بود. فقط مشکل. یه مشکل عدیدیه. یه مشکل دیگه هم داشتی که اصلا حضور به هم نمیرسوندی. یه آره. مشکلی دیگه اصلا تو اپیزودو نبودی. <تصفح> نمیدونم این چی تعقیب چی کرد که هستی؟ یه لطف خدا دستای پشت قومت. پرده دستای پشت پرده خیلی کامنت میادم خیلی خوب من میگم که بدون معطلی بریم بریم آره دوربین تو کم داره تکون میخوره ها آره داره تکون میخوره یه اتفاق عجیب افتاده اصلا مواظب باش بدون معطلی بریم سراغ اپیزود کارون و ببینیم که جایزه رو نمیخوای بگی چی جایزه ها رو جایزه رو اول بگم اوکی ما چند تا استوری توی اینستاگراممون رفته بودیم که گفته بودیم که اگر که یوتیوب به هزار نفر برسه فرهاد بلند میشه <تصفح> 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 چند نفر رو انتخاب میکنیم با. که بهشون حالا سمیزاره. یه هدیه یه جایزه چیزی بدیم الان یوتیوب ما تقریبا فکر کنم 200 نفر دیگه بیشتر نمونده امروز که استوری که رفتیم یا 200 نفر دیگه اگه جوین بکنن رسیدیم به هزار نفر از بچه ها پرسیدیم که چیا حالا چه کادوهای بدیم از میگم ماشین و مرسدس بنز و اینا بود تا مثلا حضور در است ما فکر کنم کاری که بخوایم بکنیم همون تیشرت بخوایم بدیم مثل دفعه قبل حالا با دیزاین اگه همون کاره برای چی پرسیدید از آدما به خاطر اینکه منتظر ما یه مثل قبل می‌خوایم تیشرت بدیم نه آخه منتظر یه آیدیای ناب خوب بودم ولی خیلی بود. گرونه آیدیای نابی که دادن هنوز ما نمیتونیم افورد بکنیم راستی بخوای نمیتونیم هزینهشو بدیم ولی در آینده اگر که بتونیم این کار میکنیم این یه دونه یه زی دیگه هم هست که ما سال پیش هم یه مسابقه بود که میخواستیم تو شرکت بکنیم کمپانی رود که یه کمپانی سخت افزاره در واقع پادکست و صدا و اینجور چیزا میفروشن در واقع تولید میکنن یه مسابقه گذاشتن برای پادکسترها که یه پادکست یک تا دو دقیقه‌ای در واقع درست بکنن با هر تاپیکی که دوست دارن و باید انگلیسی باشه و اگر که این پادکست حالا بیشترین رأی رو بگیره یه ست کامل درست کردن پادکست در واقع بهشون میدن که ما فکر کنم میخوایم این رو اگر که بردیم بدیم به شنونده ها کسی که دوست داره پادکست تولید بکنه و حالا توی وقتی که کارش انجام شد از کمک هم, هم استفاده میکنیم دیگه به هم میگیم که کجا باید رای بدن اگر که به اون رای بدن و ببریم میتونیم کل اون ست در واقع درست کردن پادکست و میکسر و ماکروفون هایی که وجود داره که فکر کنم دورور ده پونزه زار دلاره کل اون،, اون ست استفاده در واقع بگیریم و بدیم به یکی از شنونده ها به عنوان جایزه چون که دقیقا هم همون ستی که ما خودمون داریم کاملا مونه میزنه تمام چیزایی که هست عین مال ماست من گفتم حرفایی که باید میگفتم رو. اشاره ها رو کردی اشاره ها مو کردم محسن. بارون من ریش و قیچی میدم دست شما ببینم که چی میخوای بگی اول با یه مطلب هاشیهی شروع کنم خیلی رفت به اپیزودم نداره نه. ولی دیروز افتادم چ... بعد از قرنها فیسبوک بله بعد این یه گروهی هستش یه ایرانی های ونکوور و اینا بله سوال میپرسن بقیه جواب میدن یکی بیچاره یه چیزی پرسیده بود من نمیدونم ما چرا عادت داریم توی حالا فضای مجازی به هم میپریم طرف نوشته بود آقا مثلا ما مثلا تو پروسه طلاق و چه جوری مثلا طلاق هم میشه رسمی کرد و اینا حالا یه آدمه کامنت اومده بود اون وسط دوتاش بود نظر من به خودش جلب کرد یکی نوشته بود که اصلا بعید میدونم می میدونست طرف کیه نوشته بود دندون پوسیده رو باید کند انداخت دور و چرا اصلا کیه اون من کیم تو کی جواب زیرش یکی اومده بود گفته بود که آره پس فردا میری میفتی تو توی سطل آشغال دنبال همون دندون پوسیده میگردی که اونو ایمپلنتش کنی این دیگه چرا اصلا چرا ای... برای چی شروع میکنید به همدیگه پریدن اون تو قشنگ معلوم بود دو تا تایپ آدم داریم یکی نفر اول اونی بود که توی رابطه بده نفر دوم اونی بود که یکی باش به هم زده بعد پشیمون شده طرف این داشت شرایط... تو, سر تو شرایط, شرایط کرونا دیگه زیاد میگم آدم رو الان تو این شرایط واقعا نمیشه قضاوت قضاوتشون قضاوت قضاوت کرد چون همه اصلا قضاوت رو خی... چرا این کارو میگه بیچاره یکی سوال پرسیده طلاق میگی دندونه پوسیده رو واکن انداخت دو. اتفاقا اونم داره میکنه اونم تو پروسه <تصفح> کندن که از تو سال پرسید چه طرز جواب داده <تصفح> <تصفح> این برمیگرده به همون چیزه ز... <تصفح> بعضی موقع ما نمیدونیم حرفی که تو دلمون رو چه جوری بزنیم برای همین هرچی مثلا بیاد میگیم و ن... فکرم نمی کنیم که واقعا اون طرف آخه... بیری برداشت نمی زنی بگی یهو پرید از دهنم داره تایپ میکنه <تصفح> فارسی بعد یه گروهی که مثلا چنده هزار نفر آدم توشن چی کار با دندون اون داری؟ اصلا خواهد دندون شد نکنه آقا بزار... جالبه من, من دو سال درخواست دادم بباشید بگو بگو میگم درخواست دادم برم تو این گروه دو سال من رو اکسپت نمی کنم درخواست نداری که تو اکسی پروفایل فیس بکت چرا آقا اکس پروفایل دارم ولی من به اون لول نرسیدم که برم تو این من هستم من هستم اینا رو من بفرست من نیستم توش و خیلی دوست دارم که باشم نه من این گروه ها اینجا رفتم من ایران که داشتم میومدم اومدم اینجا خب کسی رو نمیشناختم و اینا دیدم می همین گروهی رفتم عضو شدم بعد دیدم مثلا ملت میپرسن آقا من دارم میام مثلا فلان موقع دارم میام خونه یه چیزی هست کسی میتونه کمک کنه که اتفاقا منم از ایران داشتم می یه همچین پستی نوشتم که مثلا دانشجو فلان هم اینجا کسی خونه داره دو تا لایک خورد یه دونه اون کسی بود که گروه رو میچرخونه که ایشون احتمالا وظیفه خودش رو میداد تمام رو لایک کنه یکی هم یکی دیگه لایک کرده اینا بعد یه نفر رو من مسیج خصوصی داد خب یه آقایی بودش گفتش که آره میاد اینجا اینجا زندگی خیلی سخته خرج زیاده من یه خونه دارم بعد این یه دونه نفر اتاق توشم. داره نه یه دونه اتاق داره تو میتونی بیای بری تو اتاق من تو سالن گفتم نه ما اصلا برنامه زندگی اینجوری نیستم نیست دیگه این اولین آخرین اینتراکشنی بود که من با این گروه داشتم ولی یه وقته پست ها ایناشو میخونم راجع به دندون و این پلنت اینا صحبت میشه اگه تو اون موقع میخواستی طلاق بگیری خیلی راهنمایی میکردن آره، مشکل از پست شما بوده, که, بوده آره. که شما میخواستی بیا اینجا کارت روزمره رو از ما نپرس کارهای جدی آره. طلاق اینجوری میکنه میگه نه تو نمیدونیم یا اینجا خیلی هزینه اینا زیاده بیا مثلا با ما از اینهای من رو کم کن یاره اشتباه میکردی من حالا من یه خاطره خوب دارم از این میتونم کارون دیگه نه بگو بگو نه بگو ببین یه بگم من قبل اینکه شروع بکنی یه نفر گفته بودی که اپیزود 222 چون راوند رونده چون رونده یه ز ابزده مثلا اسپشیال اینطوری برید که یواش یواش اسپشیالش بگو فقط ما بیلیت های کنسرت مهران مدیری رو خریده بودیم حالا این خودش مطمئنه خیلی قضاعت ها راجبش میشه <تصفح> از کاری به <باون> نداره <تصفح> بعد خب تصمیماتی گرفته شد از وقتی که خریدیم مثلا ما سه چهار ما قبل خریده بودیم و اتفاقاتی که افتاد اتفاقاتی افتاده اینا. کشور افتاد آره بعد اصلا بعد ما خودمون خانوادگی یه سری رفتن ایران یه سری اتفاقاتی دیگه افتاد اصلا نمیتونستیم کنسرت رو بلی. من بیلیت های کنسرت تو همین گروه گذاشتم واسه فروش حالا فرزاد جزیاتش رو میدونی چون واسه اپدیت میفرستادم هیچون نیست تو گروه ببین چنان دعوایی تو این گروه شکل و من خودم نبودم جز دعوا ولی فوش بود که میمد یه سری جناه چپ و یه سری جناه راست. و یه سری جناه وسط اینا دعوای عجیب که بعد یه پی پیام اختار رو من از طرف یکی از عدمینا واسه من گفتم خب من که طبق معمول کسایی که مثلا میخوان بلیت بفروشن یا مثلا بخرن می نویسن گفت نه شما بعد اون وسط می مدید. مثلا می گفتی که استوب کنین و اینا گفتم نه ولی مثلا جرات نمیکردم وسط اون همه حجمه فوش و ناسزا وارد بشم خلاص ته فروخ دی... الو... کلن کنسر کنسر. حالا فروخت این دادی کلا کنسل شد کنسرت حالا فعلا دنبال اینیم که پول رو نقد کنیم آقا آقای مهران همروز... نه نه ده. ما دیدیم چه میخوای یه مسیج بزنی برنامه دوره همی ازشون بخوایم که پولا رو بدن حالا یه هفته دیگه باید صبر کنیم دیگه کسی اگه میشناسه آقای مهرام مدیری یا بچه های دور همی لطفا کنید مبلغ قابل توجهیه خب خدا رو شکر اوکی برو ببینیم که کارون تا نرفتیم تو حاشیه کامل بحث بگیر است. نه اتفاقا خوبه چون بخش خوبی از صحبت مربوط به فضای مجازی قرار بشه بعد آره با یه اصطلاح فارسی شروع کنیم میدید نوبت به بله لیتس آووکادو به اصطلاحات فارسی که میرسه من لفظ یابو رو خیلی توش دوست دارم خب بچه‌ها این شیشکی دارم نه نه, نه بذار به موقع شروع مثلا من خیلی یابو آب دادن رو استفاده میکنم قبل هم فکر کنم توضیح دادم بسیار کاربردیه بسیار زیاد یه دیگه داریم بردن. که شاید مثلا میگن طرف یابو ورش داشته من. خدا رو بنده مثلا دیگه آره دیگه مثلا یه اتفاق افتاد دیگه خوش گم کرده میگن یابو ورش داشت خیلی پر کاربرد اینا بعد کاری که فضای مجازی به آدما میکنه همینه نه با همه ها ولی باعث شده که یه سری آدما رو این وسط یابو ورشون داره فکر کنم خبریه مثلا آدم داریم رخ جدی میگیره از رو احمقی میره عکس میگیره میذاره توی اینستاگرام آقای کی رامین رضاییان یه زمانی فوتبالیست خوبی بود تیم ملی بود مثلا آدما قبولش داشتن از الان به بعد از یه جو باید این فقط رفت تو کار رخ جدی و از این عکس ها الان هم که داشت سریال ترکی میدید گریه میکرد کرد دیدید دی یا دی نه من دیدم اون ویدیو شو. آره ولی بعدا کاشف به عمل اومدن که داشتن ویدیو خانم گل رو خومی آره اون هم زار میزد یه سری خاننده رپر این تو داریم که به هم میپرن این به اون میپره اون به هم جور جایگشت های مختلفش دارم به هم میپرم دیدم اینو من خیلی فالو کردم داغه این شهر هفته پیش من آره. فالو کردم یکی از زرگرمی های بسیار دلنشینی که من توی فضای مجازی دارم اینه که میرم زیر پست های معروف کامنت ها رو میخونم شما این کار رو مثلا با پست های بی بی سی بکنید مثلا خبر زده ترامپ فلان یه سیری ها که فکر کنن ترامپ باباشونه مثلا میان اون زیر میگن اصلا چرا از این بعد میگید برید از رئیس جمهوری فلانجا بعد بید. یه سری دیگه میان درود میفرستن به سپاه پاسداران و موشکاش مثلا زیر پست چامپ بی بی سی بعد اینا اون تو با هم دعوا میکنن فوش ناجور میکشن به هم و اینا خیلی خنده است بعد این وسط یه سری پستا هستن یه سری اکانت ها هستن که بعضی وقتو پیدا میشن ظاهر اکانت مثلا اینجوریه که طرف داره از یه چیزی حمایت میکنه ولی در باطن میبینی خیلی با یه تننازی خاصی در واقع داره اونو دیس میکنه اینا رو اگه اون وسط دیدید برید فالو کنید خیلی نوشتای جالبی پیدا میشه توشون و آدم یکی به ما پیشنهاد داده بود که برید با یه آدمی که فرزاد خیلی دوست داره مصاحبه کنید طرف من گفتم ایشون کی هستن پیج اینستاگرامشون رو فرستاد چیکاره بود فرزاد انترپرنور بود آه انترپرنور یعنی مثلا بعد من این آدم که نمیشناختم رو میگه؟ <laughs> نه نه یکی دیگه بود من ایرانی بودش ولی بعد مثلا من رفتم نگاه کردم و اینا گفتم که مثلا من فکر نمی کنم خیلی چیز باشه دیگه چون به نظر من کسی که واقعا کارآفرین باشه وقت نداره اصلا تو اینستاگرام ول بچرخه و اینا بعد جدیدا یه پیج دیگه رو ما فالو کردیم دیدیم من میبینم این آدمه زیر تمام پست‌های اون پیج میره کامنت میذاره که چه اتفاقی میفته تو که مثلا میری اونجا کامنت میذاری بقیه میان مثلا تو رو میکنن می تعداد فالوورت میره بالا ما این شده این مثلا میخوای یکی بذاریم فقط بره کامنت بذاره <applause> این الان آه. شده مثلا مقیاس موفقیت که آقا ما چقدر فالوور داریم بعد دیگه چی داریم تیک آبی هم هست الان کار اونا تیک آبی هم الان خیلی همون که به ما نمیدن <applause> هر بار <applause> ما اپلای کردیم از اینستاگرام برای ما یه شیشکی فرستادن دادن شیشکی اینه که الان ایمان گذاشت شیشکی از ما پرسیده بودی چیه اینه بعد دلیل داره خب به حال اون گایدلاین های خودشو داره ما, ما هم توی داریم فشار میاریم به اینستاگرام ولی خب اونم هم همچنان هی آره. این صوتو برای ما میفرستن خیلی محترمانه دیگه... بعدی. خیلی محترمانه آره. آره. محترمانه بعد دیگه آدم مختلف داریم میگه اون تو مثلا اون آدمی هستش که تو سوشال مدیا هم معروف شد اون کلیپشو رو دیدیم که میگه که ضد دفونه کننده تزریق کنید به خودتون جدی هم میگه نور میگه به خودتون بتابونید که خوب شید رئیس جمهوری که از کشور هستن بعد گفته بودن که آخر اپریل تموم میشه صفر میشه اون موقع 15 تا داشتن و قرار بود تا آخر اپریل تموم شه نشد بعد ازش پرسیدن خب شما که گفته نشد الان هم میه الان زمان مناسبیه که ما ازتون اینو بپرسیم چه اتفاقی افتاد گفتن که نه بالاخره تموم میشه دوم اصلا میگن دیواره هاشا بلنده بابا تو یه چیز مطلقی رو گفتی گفتی آخر اپریل تمام میشه نشد بعضت سوال میپرسن شروع میکنید دریوری تحویل مردم و جهان دادن چه وضعشه با... آها آه از اینجا بعد چاله اینایی که کمر به الهام بخشی و تأثیر گذاری بستن. یعنی حس میکنن یه خودمونم مس... توشیم نه نمیدونم اگر هستیم شما ما دیس دیست کنید. من من جایگاه خودمون میگردم من بری کجا قرار میگیریم یعنی ما که میایم میشینیم از بعد خودمون میگیم خودمون رو دیست میکنیم و نه اینا اینایی که حس میکنن مثلا یه مسئولیت سنگینی روی دوششونه که بشر رو و نسل بشر رو الهام ببخشن بهش یعنی امید. تاثیر خیلی شگرفی روش بذارن و پکیجی هم که دارن اینجوریه معمولا یه آدم هم. جنسیتش مهم نیست دختر پسر اینا توی یه محیطی وایسادن که طبیعت زیبایی داره خب اینا رخ زاویه مناسبشون هم دارن تو عکس مثلا اینوری زره وایسادن اون طرف خوبه رو دارن طبیعت هم بسیار زیباز لباس خیلی شیک هم پوشیدن اون پستو میذارن زیرش یه کپشن ما داریم ترجیحاً انگلیسی فارسی باشه کارو در نمیاره یه چیز عمیقی داره به شما میگه که مثلا اگه سختی ها هم مثلا تا دسته داشت به شما فشار می آورد همچنان مثلا مثبت باشید و شما دسته رو بشکنید آره فشار بدید مثلا دسته رو بشکنید اینا پس وردا در واقع تاثیر مثبتش رو تو زندگی تو می... چرا؟ اینو من نمیفهمم چرا ما دوست داریم تاثیر بزنیم بعد داستان اینه که اینایی که میخوان حالا تاثیر بذارند و ارشاد کنن نه همه یک سریاشون نه سوادش هست نه اصلا نیازش آقا نیازش نیست شما اصلا اینستاگرام جای این نیست که شما تاثیر اون مدلی بخوای بذاری که اگه آدم تحصیل گذاری بودی جای دیگه داشتی تاثیر میذاشتی و اینجور آدم ها رو ایمان خوب میدونه شاعر چجوری وصفشون میکنه اینجوری اینجوریه خب آره قله <applause> رفتن از رو مول کوه و کندن از رو تخت بابا اون کسی میتونه صحبت کنه اون کسی میتونه در واقع تاثیر بذاره روی آدما که یه کاری انجام داده باشه یه کیفیتی داشته باشه یه حرفی واقعا برای گفتن داشته باشه نه اینکه حالا پیج اینستاگرام یارو. مثلا دو روز قبل فیلم گذاشته داره پای دو سخرش رو لیست میزنه فردا مثلا یه پست میذاره زیرش مثلا یه کپشن اون مدلی میره من این سوال میتونم بپرسم حتی چرا دیده میشن یعنی خب سوال اصلی اینه که اگر که اینجور آدم آفری نباید مثلا خود تو به عنوان کسی که زیاد میبینی اینا رو چرا میبینیشون من برای سرگرمیه فقط یعنی من مثلا یه بابایی هست که انگلیسی درس ایمان همش فرسته اون یه پدری از که سنشون هم زیاده نه اینی که فرهاده این تخصص فرهاد نه نه اینو من خیلی جدیدم بهشون علاقه <تصدق> من شدم ایمان طول کشید تا ببین این شخص خب <They> سن زیادی هم دارن انگلیسی <Violent> هم تقریبا <تص> بلد نیستن یعنی مثلا انگلیسی رو گوش میدی میدونی که خیلی بد انگلیسیشون و بعد جا <đấy> اصلا معنایی نمیده جمله هایی که میگن ترکی <تص> صحبت <تص> میکنن <muchess> من واقعا میبینم برای اینکه بخندم حالا اینو دارم میگم مثلا دیروز پیروز بود یه چرت مرغوب زده بودم عصر بیدار شدم و اینا خب اولین کاری که میکنم مثلا میرم روی اینستاگرام میبینم چه خبره و اینا بعد یه دونه از این در واقع ویدیوهای ایشون و پستای ایشون اومد یه سندلی سبزی بود و توی باخته ای هم نشسته بودن اینا برداشتن یه درس انگلیسی میدادن و رو گفتم خب حالا درسی کاملا اشتباه بود و اینا بعدش رفتم بقیه پست رو میبینم دیدم پست آخرشون زدن که 95 میلیون تومن زمانت نیاز داریم یک بیا چک بده <تصفح> <تصفح> واقعا خب <تصفح> بابا نوکره تم چه کاریه و خب مثلا خیلی برای من جالبه دیگه بعد واقعا شما مثلا نیم ساعت داشتم از ته دل میخندیدم و هیچ چیز دیگه نبود که بتونه منو اینطوری بخندونه و بعد که مثلا نیم ساعته مثلا ایشون خندیدم بعد نیم ساعت دیگه به کامنت های زیرش داشتم میخندیدم این مشام... کامنت ها باز شده آره آره بعضی از پست کامنت دارن اینا مثلا جایی که درخواست پول 95 بینیم کردن کامنت ها باز شده و مردم مثلا یه چیزای عجیبی میگن و من میبینم که چقدر کمدین داریم ما تو ایران آفره. واقعا اینا کشف yeah. ببین چیزهای خیلی خنده دار زیر این پست های معروفی خیلی خیلی خوبه من واقعا من 95 درصد چیزهایی که میبینم در واقع فقط برای شوخی خنده و اینکه حالا اون چند دقیقه رو بگذارنم یا بعضی موقع یه ساعت و بعضی موقع واقعا از روی کنجکاویه که ببینم چی هست که مردم رو مثلا جذب میکنه به خودش مثلا حالا این کسایی که انگلیسی درس میدن حالا چون ما یه ذره زبان بلدیم برامون جذاب میشه مثلا ببینیم واقعا طرف داره چی میگه حالا فقط ایشون نیستن حالا ایشون یه نمونه شه کسایی دیگه هستن که واقعا دارن کتاب میفروشن و چه میدونم دوره آموزشی رو... آموزشی میفروشن و فلان و این حرفا و اونا هم دارن چرت و پرت در مثلا به مردم درس میدن و بعد میبینم که مثلا چند از فامله خودمون واقعا اینطورین که طرف خیلی داره خوب انگلیسی درس میده <applause> یعنی چون که مثلا نمیدونه واقعا مثلا مثلا انگلیسی درس دادن چه جوریه و اون حالا توی محیطش نبوده و نمیدونه که چیا به دردش میخوره چیا به دردش نمیخوره روش صحیحش چیه چون که ما خودمون اومدیم اینجا که خب انگلیسی زیادی بلد نبودیم کلاسای حالا انگلیسی رفتیم توی خارج از کشور و مثلا انگلیسی یاد گرفتیم چون که اونا همچین چیزی رو ندیدن به نظرشون میاد که طرف داره کار خیلی خوبی انجام میده و چیزی که گول زننده است اون تعداد فالوور بالاست که مثلا طرف میگه که اگر که نبود مثلا چرا سی سه هزار نفر دارن دنبالش میکنن مثلا پس حتما داره چیز خوبی رو ارائه میده یعنی ما اکثر اون شک هم ما... خریداری شده است دیگه ولی خب اکثر جمعیت نمیدونن اینو فکر میکنن که واقعا طرف این 300 تا رو مثلا داره یا به دست خودش ما شک خودمون رو بهش شک میکنیم به خاطر که میبینیم مثلا یه عدد بالای اونجاست میدونی چی میگم و وقتی هم مثلا چه میدونم میریم توی مثلا یه پیج یه یوتیوبر دیگه که مثلا هزار نفر بیشتر فالوور نداره اینطوریه که خب این چیزی که ارائه میده حتما سندیتی نداره یعنی حتی ما تو هم نیستیم شما هنوز دو هزار هم نرسیدیم یعنی چی؟ میگم ما تو هم نیستیم دیگه ما هزار تا هم هنوز نداریم هزار کجا یوتیوب من تو دارم میگم حالا یوتیوب که عددش بعضی موقع مشخص نیست یعنی تو میتونی مثلا یه کسی میتونه هاید بکنه مقدار شد تو میتونی نبینی اونو ولی خب مثلا حالا من خود من اینو من بگم من چند روز پیش داشتم دنبال یه دستگاهی میگشتم که بخرم برای کامپیوترم بعد خب معمولا من میرم تو یوتیوب نگاه میکنم مثلا ریویو رو نگاه میکنم و اینا اولین چیزی که نگاه میکنم وقتی میخوام یه ویدیو رو ببینم مقدار عددی که پلی شده تا الان مم. و مثلا اون اولی رو معمولا پلی میکنم بعضی موقع به درد نخورترین نشه یعنی مثلا بعدش میرم یه نفر که چه میدم هزار تا پلی بیشتر نرشته اون چیزی که من میخواستم و داره مثلا به نمایش میذاره ولی اون عدده همیشه آدم رو دو به شک میکنه دیگه شک, شک خودش شک میکنه آدم. آره یه, یه این معروف شده سوال با... راجع حرف کارون به خواهش میکنم بفرمایید یه سواله مثلا کلی این که اصلاً چرا اومدیم که همینا رو صحبت کنیم بگو چرا آماده نکردم که چرا فکر کردم <applause> من بی خود این مقدمه ها نه یعنی میگم مثلا ما نمیتونیم این ها رو مثلا یه برچسبی روشون بزنیم بگیم مثلا اینا نمیدونم اشتباه کارن مثلا دارن با فکر این کارو میکنن به هر کدوم از اون آدما تک تکشون یه مسیری رو طی کردن یه سری نمیدونم کم بود یه سری مثلا کمیو کاسیا رو داشتن که حالا از این حالا آوتلت آ... درگاه آره از, این... از این درگاهی که دستشون از این پنجره که دستشون های اون کم بوده رو با مثلا یه سری جمله های خوشگل و عکس شیک مثلا میخوان جبران کنم من خودم نمیدونم یعنی هیچ کدوم از این افراد چرا میشناسم تک و توکشون از نزدیک ولی اینکه واقعا چی پس ذهنشون میشه که <تصفح> <تصفح> کسی میشه <خونه> <تصفح> چیز خوبی اشاره کردی حالا من رفتم یه نگاهی کردم ببینم که چرا این اتفاقات داره میافته و یه تحقیقات جالبی هم انجام شده که چی میشه که مثلا ماها تن میدیم به همچین غذایایی حالا علاوه بر اون بود سرگرمی که ایمان گفت یه سری دلایل دیگه هم داره که فرهاد بهش اشاره های زیرکانه کرد الان دوپامین رو میکشه وسط ببین واقعا نوشته بودم دوپامین ولی اون تیکش رو حذف کردم ولی داشتم از دوپامین <applause> هزف نمیخوایم کارون محیط خود که از باشه راه راحت باشه اونو نگاه نگه داشتم یه روز خوب راجب تمام این هرمون بیاریم دوپامین راجع به تمام هرمون دکتره... ها ما اینجا ساعت نکنیم میگذره فقط این خواستم در دریا باشی یه دکتر قدرت باید بیاریم همه هرمون رو ولی حالا این همه ما از این فضای مجازی صحبت کردیم و قرص زدیم و اینا منظورمون این نیستش که مثلا کلا نباشه یا همون دست ازش بکشیم در واقع شاید این شعر خوب بگه میگه که من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید اون باغه کجاست اون باغه جاییه که توی همین فضای مجازی آدمایی مثل مینا و شیما فعالیت میکنن چرا این دو نفر رو به خاطر اینکه جفتشون مهمونای ما بودن و جفتشون به طرز عجیبی هر آدمی که به اونها گوش داد با هر سابقه ای که داشت هر بکراندی که داشت اونها رو واقعا دوست داشت خب من با تمام کسایی که حالا باشون در ارتباطم صحبت کردم و اون اپیزود رو گوش داده بودم قبلش که این دو نفر رو نمیشناختن بعدش خیلی حس نزدیکی خیلی حس راحتی و یه اعتماد عجیبی بهشون داشتم داشتن, داشتن. ولی مثلا اون ور قضیه شما این آدمای که حالا حرفای عجیب غریب میزنن یا کار عجیب غریب میکنن و بیاری باشون اپیزود ضبط کنی ممکن یه سری طرفدار داشته باشن ولی قطعا یه سری مخالف هم دارن ولی این دو نفر توی برنامه ما اینطوری بودن که همه بسیار لذت برده بودن به دلشون نشسته بود حالا من فکری که کردم من سه تا دلیل به ذهن هم رسید استنباط من اینه که به این سه دلیله که همه با این آدم ها تونستن ارتباط برقرار کنن اولیش اینه که اینا آدم های اصیلی بودن خب خود واقعیشون رو نشون دادن یعنی شیما اومد گفتش داستانش رو گفت و گفت مثلا فلان درس خون بعدش خیاطی میکرد همه داشتن مثلا بهش سرکوف می زدن که این درسی که خوندی به درد نخورد یا این گرایشی که خوندی خوب نبود خیلی میدونی رو راست خیلی واضح اومد گفت آقا مثلا اینجاها نقطه قر زندگی من بود همیشه اینجوری نبود که من توی باغچه وایستاده بودم با یه کپشن خوشگل یا مثلا برای ما مادرمون با مهر و محبت غذا می آورد یه وقتایی بالا پایین داره دیگه اینا آدمای اصیلی بودن این دو نفر آدمای اصیلی از زندگی واقعی خودشون رو به تصویر کشیدن توی صفحات مجازی هم که دارن ایما بگو حالا اینو میگی من اینو قبول دارم اینکه مثلا شیما نیاز نداشت که بگه که ما مثلا چون پتو کشیدیم دوره یه دونه کامپیوتر که ویروس نگیره خب این شب مثلا بقیه بهش بخندند ولی خب خیلی راحت اومد اینو گفت و ازش ابایی نداشت ولی بعضی هم از اینم استفاده میکنن یعنی مثلا طرف میاد میگه ما خیلی بدبخت بودیم الان مثلا ببین اگه راه منو برید مثلا خوشبخت میشین الان ما خوشبختیم میدونی چی میگم یعنی این هم تا یکی از بدبختی که نبود ولی میدونم چی نه, نه من بقیه رو دارم میگم میدونم الان می میگن, که ما مثلا توی فقر زندگی میکردیم الان لامبورگینی داریم مثلا به خاطری که این کارو کردیم آره آفرین اون دیگه بعد. اون میشه تزویر که آقا ما فلان کار رو کردیم وقتی مثلا تو داشتی استراحت میکردیم من داشتم کار میکردم که اینجوری نیست دیگه ایمان میدونم میشه درصدش هم به اون وقتی که چند خیلی سخته ببین مثلا آه آه آه. یه درصد زیادی در حال استراحت بودن یه درصد کمی در حال مهم نیست خیلی چی میخوایم بگیم اولیشو گفتم اینا آدمای اصیلی بودن اینا خود واقعیشون بودن خب یعنی چیزی که داشت میگفت واقعا همین بود نیازی نداشت تغییر بده نیازی به حالا انگلیسی میگن شو آف نمی کرد چیزی رو. چیزی که داشت نشون میداد واقعا خود واقعیش بود دو رو که عملا هم گفتم همین صادقانه اونجا بودن است یعنی چون شما پست های که مثلا میبینید داره یه از چیزهایی صحبت میکنه که صادقانه اونارو رو مطرح میکنه و اینا مطالب مفیدی هن. اینا چیزهایی که مطالعه کرده اینا مستدل روح هوا حرف نزده دنبال گول زدن من و شما نیست دنبال جذب فالوئر نیست امه. خب که علکی مثلا تبلیغات بیخود بکنه یا فالوئر رو ببره بالا و از باید همه مهمتر هم ناداره. اونا که اصلا هیچی از همه مهمتر این آدما برای بقیه احترام قائلن این خیلی مهمه به شعور مخاطبشون توهین نمیکنن به خاطر اینکه هیچ کدوم از مخاطب خودشون رو نادون فرض نمی کنن. به نظر من اگه شما به حرفی باور نداشته باشی ولی بیای اون رو بازگو کنی به شکل یه متن خوشگل زیر عکست بنویسی یه بار دوبار رو نمیگم و اینکه کارت این باشه که همش در حال تأثیر گذاری و تحت تاثیر قرار دادن آدم ها باشی در صورتی که از درون خودت میدونی یه سری چیزا میلنگه شما به شعور مخاطب توهین کردی شما برای مخاطبت ارزش قائل نبودی که خود واقعیت رو اونجا به نمایش بذاری از نظر من این ستا دلایلی بودش که باعث شد این دو نفری که حالا از مهمونهای ما بودن اینقدر محبوب باشن و هر آدمی بتونه باشون ارتباط برقرار کنه یک اینا آدم های اصیلی بودن خود واقعیشون بودن دو صادقانه اونجا بودن دنبال هیچ منفعت دیگه نبودن و سه برای شنونده خودشون احترام قائل بودن اونها رو احمق فرض نکردن ارزش قائل بودن براشون حالا یه ذره جلوتر میرم من یه گشت و گذاری کردم ببینم که اصلا چرا این اتفاق میفته که ما این در واقع مطالب غیر واقعی شروع میکنه به پخش شدن دو تا جنبه داره یکی این که چی میشه که من ممکنه مطالب غیر واقعی به زبان بیارم مطلب غیر واقعی تولید کنم دو چی میشه که من میرم دنبال اون مطلب غیر واقعی گشتنه که این یه ذره میپردازه به جوابی که ایمان داد به سوالی که ایمان پرسید که چی میشه مثلا ما دنبال اینا میریم فرهاد پرسید حالا آره جمعن آره پرسید جمعن آره، تو خودت که از خود هممون داره <تصفح> میگذره آره یه من قبلش اه... چیزی بگم بگو اشکال نداره نه مثلا حرفت نپریده باشم ببین این که مثلا میگی که به شور مخاطبشون توهین نمیکردن، کردن حرفایی که میزدن واقعی بود و بهش ایمان داشتن این خیلی سابجکتیو نیست یعنی مثلا من به عنوان شنونده باید تصمیم بگیرم که همچین چیزی وجود داری یا نه برای چی رو میگم برای اینکه مثلا ما خودمون کامنت هایی که گرفتیم این بوده که شما چرا به وقت شنونده هیچ مثلا احترامی نمیذارین به خاطر اینکه برنامهتون خیلی خودمونی و مثلا دور هم میگیرین و, و مثلا این حرفا خب با اینکه مثلا روی همون اپیزود مثلا چون 50 نفر دیگه مثلا اومدن گفتن که دمتون یه مثلا ما رو شاد کردیم با خنده هاتون و گفتین و خندیدین این نمیتونه خیلی سابجکتیو باشه این نمیتونه از نظر آدما فرق بکنه که حالا این برنامه‌ای که الان تولید شد یا مثلا این استوری که الان مثلا پخش شد یا هر چیزی یا این پستی که وجود داره به درد من میخوره یا به درد من نمیخوره چرا حرف درسته یعنی <applause> میخوای بگی که ممکنه اون مطلبی که حالا از دید همین خودکس رو مثال زدی از دید آره. یه سری ها ممکنه حالا مسخره باشه خنده‌ای بی خود داشته باشه اتلاف وقت باشه از دید یه سری ها مم. نه ممکنه حالا یه ذره مفید باشه یعنی داری میگی ممکنه این پستایی که من دارم راجعش صحبت میکنم هم از دید یک سری ها مفید باشه یا یه ممکنه باشه دیگه من همو برمیگردم به همون معلم زبانه یعنی یه سری اینطوریان که واقعاً این چقدر خوب داره به ما زبان درس میده چون که مثلا ما شاید بفهمیم مثلا چی داره میگه یا مثلا داره مسخره بازی در میاره مثلا از دید من اینه که طرف داره مسخره بازی در میاره ولی از دید یه نفر دیگه که شاید حالا کیس بهترشو ندیده اینطوری که این چقدر مفیده و چقدر داره به من کمک میکنه ببین من فکر کنم من خواستم درسته میتونه خیلی سابجکتیو باشه مم. بستگی به شرایطی داره که توشیم اه... ولی مثلا همین معلم زبان رو اشاره کردیم ممکنه واقعا هم یه چیزی یاد بده و یه درس آره. یه سری آدم هم باشن یه چیزایی یاد بگیرن ولی خب همون وقت رو اگه جای مناسب تری خرج کنن ممکنه زبان بهتری یاد بگیرن ولی به عنوان کسی که اون کانتنت رو داره تولید میکنه به نظر من اون آدم بهترین قاضی میتونه باشه خب حالا مخاطب به کنار اون آدم خودش میدونه که من دارم تزویر میکنم این وسط خب یعنی من دنبال اهداف دیگه ای هم که رفتم وسط گل و چمن وایستم عکس میگیرم روزی یه دونه پست میکنم با فلان متن میفرستم آیا من تو زندگی خودم دارم این کار میکنم یا نه تو زندگی خودم سخت مشغول کلا گذاشتن سر بقیه‌ام خب دیگه اون اون وسط دیگه میدونه که من دارم دورویی به خرج میدم یا نمیدم ولی به صورت کلی حرف درسته میتونه سابجکتی باشه از نظر یه نفر میتونه اون مطلب خیلی نامناسب باشه از نظر یکی دیگه میتونه مفید باشه داشتی میگفتی گفتی که رفتی گشتی ببینی که چجوری فرهاد یه چیزی میخواست بگه نه نه من حرفم رو یادت هم. رفته آه. نه نه <تصفح> یادم نرفته نه میخواستم بگم که الان مثلا این استاد زبانه به نظر مثلا یه داده پرتیه چون اصلا هیچ فرمولی ها رایت نمی من فکر کنم از رو نه, نه من اون یکی استاد زبانه رو میگم آه اون که با لحجه خیلی سست نه خب از اون فرق داره ولی حالا در ادامه حرف ایمان اینه که این افراد تا زمان به نظر من من که حالا من خودم مثلا دی رو میرم تو پیجاشون تا زمانی که نیان مثلا آقا یقه خودشون پاره کنن بگن بیاین ما رو فالو کنین ما میخوایم مطالب آموزنده یادتون بدیم یا ما میخوایم راه بهتر زندگی کردن راه موفق تر شدن و پول دارتر شدن نشونتون بدیم زیاد مسئولیت آنچنانی رو گردنشون نیست یعنی من نمیتونم طلب کارشون بشم که آقا چرا مثلا مطالب هر چی مثلا بی خود داری تحویل مثلا فالوورات میدی چون اون فالوورها با تسبیح خودشون رفتن فالو کردن اگه مثلا یه میزان ساعت فیکن داشته باشن چی میزان سن میزان سن <laughs> داشته باشن میتونن تشخیص بدن که خب چی دارن از این بابا مثلا میگیرن واسه همین اه... بعدم اونها اکثر جوابی که مثلا میتونن در مقابل تو ب... حرفی که تو میزنی بدن اینه که میگه آقا پیج شخصی ماست دیگه حالا هر حرفی میخوایم توش میتونیم بزنیم هر نوعی که بخوایم توش میتونیم داشته آره بعدا به این میرسیم که هر حرفی نمیشه زد ولی خب آه. همین دیگه آه. همین اولش گفتم باعث شده یه سری یابوورشون یابو داره این در واقع اینستاگرام کاری که میکنه اینه که یه مدیای قوی رو در اختیار هر آدمی میذاره دیگه الان تو اینستاگرام مثلا لایو هم داری انگار دیگه صدا و سیمایی میتونی قشنگ پخش کنی لایو خب اینا قدیم نبود دیگه اینا یه امکانات وحشتناکی که به همه داره داده میشه و لزوما هم همه ازش خوب استفاده نمیکنن دیگه موردای اخیرش رو داریم حالا خیلی مهم نیست اصلا بهش اشاره کنیم ولی این وسط ما یکی داریم به اسم خانم پاملا میر یه کتابی دارم به اسم لایف یعنی اینکه بری ببینی مثلا کیا دورو گفتن و اینا فرزاد شیر شدیو. فرزاد شیر شد یا فرزاد یه کله شیر اومده آره میاد بعد یه تتاکی دارن که احتمالا راجع به همین کتاب دارن صحبت میکنن به اسم How to Spot a Liar که توش یه سری نشونه ها میگن که مثلا اون آدمی که داره صحبت میکنه برچه اساسی میتونید بفهمید که این آدم داره دروغ میگه خب حالا خیلی من با اون نشونه کاری ندارم اونا کسی خواست میتونه بری دنبال کنه ولی نشوناش هست که شما مثلا یکی وایس جلوتون دروغ میگه بتونید ببینید که داره دروغ میگه راست میگه ولی یه مطلبی اون وسط گفت خیلی برای جالب بود و اون اینه میگه که دروغ یه فعالیت مشارکتیه خب یعنی خب، کوآپرییت میکنید توی اون دروغه یعنی چی یعنی به خودی خود شما دروغ رو بندازی این وسط هیچ قدرتی نداره کی قدرت پیدا میکنه قدرتش وقتی زیاد میشه که یه سریا شروع میکنن به پذیرش اون دروغ خب یعنی مم. اون کسی که دروغ میگه خب یه چیزی رو شروع کرده ولی تویی که میپذیری که در واقع داری به اون دروغ قدرت میده دروغ به خودی خود اون گوشه بیفته هیچ ارزشی نداره اینو ما سر انتخابات 88 م یادمونه دیگه طرف اومد از 63 درصد صحبت کرد خب اون اولش برای همه دروغ بود برای همه نه برای یک سری ولی به محض اینکه یه سری شروع میکنن به اون باور کردن اون دروغه شروع میکنه قدرت پیدا کردن یعنی اون یاوه‌ای که شما یه زمانی میگی به خودی خود که ارزش نداره ولی اگه چهار نفر شروع کنن باور پیدا کردن ارزش پیدا میکنه اون معلم زبان با اون روش افتضاع چهار نفر که ازش تعریف میکنن ارزش پیدا میکنه حرفش اون آدم خواننده ای که کارهای نامربوط میکنه کلی فالوور داره اون چون تایید شده چون یه سری ها بهش بها دادن ارزش کارش رفته بالا شما پست انگیزشی میذاری اون زیر فلان مینویسی چهار نفر تاییدت میکنن شما میفهمی خب این یه ارزشی داشته ولی به خودی خود دروغ هیچ ارزشی نداره و یک فعالیت مشارکتی هممون توش دخیلیم و همین اینو ما خیلی وقتا ازش قافلیم دیگه شاکی میشیم که فلانی مثلا دروغ گفته در صورتی که خود ما بستر رو مهیا کردیم که آماده پذیرش اون دروغه باشیم و این فقط در حد روابط نمیمونه میتونه خیلی گسترده تر باشه و ضررهای خیلی زیادی داشته باشه حالا تو همون تتاک ایشون میگن سال 2010 997 بیلیون دلار کلاهبرداری انجام دادن یه مدل دروغه دیگه توی آمریکا 997 بیلیون دلار میدید چه هزینه سنگینی میتونه داشته باشه و چیزی که داره میگه اینه که همه توش دخیلن خب چون کسی که اون کلاهبرداری انجام داده چه کسی که تن داده به اون قضیه و خیلی باحاله حرفی توش زده میشه میگه که هر کسی حاضر یه چیزی به شما بده در, اضایه ازای گرفتن چیزی که تشنه است براش خب مثلا شما اگه چه هم تشنه محبت دیدن باشید حاضری در ازای دیدن اون محبت یه سری کار رو انجام بدید اگه تشنه پول باشید حاضری در ازای پول یه سری کار رو انجام بدید و این داره میگه همه ماها ها تشنه یه سری موارد هستیم بالاخره یه سری نیازا داریم مثلا ظاهر بهتری داشته باشیم قد بلندتری داشته باشیم دماغمون کوچیک‌تر باشه مثلا من با این دماغ گنده بز... گفتیم شاید بهتر بود یه ذره یه ذره دماغ دیزر... کوچیک‌تر می‌شد آره یک تشنه علمه یکی میخواد همسر بهتری بشه میگه همه ماها تشنه یه سری موارد هستیم و حاضریم چیزی رو به بقیه بدیم در ازای گرفتن هر کدوم اینا مثلا من اگه تشنه یادگیری زبان انگلیسی باشم میرم تو اینستاگرام میبینم این معلمه داره یاد میده جذبش میشم دیگه تشنه پول درآوردن باشم میرم عکس اون یارو که کنار ماشینش وایس داده مثلا ماشین باباشو گذاشته گفته من اینو با کار کردن خودم در آوردم خب تو جذبش میشی دیگه میبینی یارو بی دانش بدون تحصیل بدون سختی ممکنه پول در بیاره منم شاید بتونم برم اون کار رو انجام بدم میرم دنبال سایت شرط بندی که ایمان همیشه میگه میبینی یه چیزی در درون ما که نیست همترین آره. با بهترین زریبای انفجار یه <laughs> 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 چیزی که ما خلعش رو تو زندگیمون حس میکنیم حاضریم اون رو پر کنیم با دروغ یا با هر چیز دیگه و در ازای پر کردن اون خلب ما حاضریم به بقیه امتیاز بدیم این میشه کل داستان درسته؟ یعنی اه. که اونی که مدام داره تلاش میکنه مثلا رابطه بسیار زیبای خودش رو توی اینستاگرام به تصویر بکشی که گل روز قرمز میچینه از در تا تخت بله خب. اونی که مثلا مدام میاد میگه چقدر کار سنگینی داشتم و مثلا امروز چقدر بیزنس ما داره خوب پیش میره یا تو زندگیش یعنی توی اینستاگرام نشون میده چقدر زندگی پرمعنا و عمیقی داره اینا در واقع همه خلع هایی هستن که ما برای پر کردنشون چنگ زدیم به یه سری ابزار دیگه ام. خب چرا که مثلا اگه واقع بین باشیم وقتی ما یه چیزی رو داریم که فریادش نمیزنیم مثلا چون لیونل مسی نمیاد بگه من فوتبالم خوبه نیازی نداره دیگه نمیدونم چون استاد شجریان که نمیاد از صدای خودش تعریف کنه نمیاد بره با چهار تا خواننده دیگه در بیفته بخون یه وقتی تو یه چیزی رو در حد کمالش داری هیچ وقت نیاز نداری بری فریادش بزنی از اون طرف وقتی خلع یه چیزی رو توی خودت احساس میکنی تو اون خلع رو دوست داری پر کنی و برای پر کردنش راههای مختلفی رو در پیش میگیری ولی اون خلعه در واقع اون چیزیه که شما تشنش هستی و در ازای رفع اون تشنگی حاضری یه سری <صحاف> کارها رو برای بقیه انجام بدی مثلا <صحاف> 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 ببخشید مثلا میخوای میری یه سری فالو میکنی نمیدونم کامنت میذاری یا هر چیز دیگه در ازای پر کردن اون خلا حاضری یه سبک زندگی مشخصی رو پیش بگیری چون فکر میکنی که اون سبک زندگی مشخص اون خلا زندگی تو رو مثلا ممکنه پر کنه بعد این یه بوده قضیه است اینه که اون کسی که داره این مطالب غیر واقعی رو در اختیار بقیه میذاره چه اتفاقی براش افتاده که اینا رو میگه یه خلایی بوده اون در راستای پر کردن اون خلا است و مایی هم که از اون ور میپذیریم یه سری کار رو انجام بدیم چون تشنه پر کردن اون خلا بودیم در واقع یه تتاک دیگه ای هست آقای مایکل شرمر The Pattern Behind Self Deception در واقع راجب های. این صحبت میکنه که چی میشه که حالا ما حاضریم بپذیریم اینجور اطلاعات لزوما یعنی این اطلاعاتی که لزوما درست نیستن رو ما حاضر میشیم بپذیریم چه اتفاقی برام میفته حالا اولش یه چیز خیلی جالبی نشون میده من با بچه گفتم سرچ کنید دیدن کوادرو تریکر خب برید اینو سرچ کنید این در واقع همون وسیله ویروسیابه کرونا یابی که تو ایران اختراع شد اینا 60 70 سال پیش به عنوان فیک دیتکشن دیوایس اختراع شده و هست و اینو فروختن اینو به ایمان داره شیر میکنه آره آره چپو شیر کن اونی که آنتن داره حالا واسه کسایی هم که دارن میشنون توضیحش بده که آره, آره, این یه آنتنی داره و مثلا به شما میگه که این دیوایس طراحی شده که بمب رو تشخیص بده طراحی شده که مثلا مواد مخدر رو تشخیص بده توپ گلف رو پیدا کنه بعد تو اینو باهاش راه میری این نزدیک اون چیزی که بشین آنتن شروع میکنه چرخیدن فیلمشو هممون دیدیم دیگه چون ایران هم یه دور اینو اختراعش کرده اینو تو اینترنت سرچ کنید کوادرو تریکر بهش میگن که گفتم یه دور فیک دیتکشن دیوایس کسایی هم که آفیس رو دیده باشن سریال آفیس رو میدونن یه تریکر استفاده میکردن که آره حالا مثلا چی میشه که ماها حاضریم تن بدیم به این مطالب نادرست خب چه اتفاقی میفته خیلی جالب میگه میگه که توی مغز ما یه دونه بیلیف انجین هست در واقع یه موتوری هست که طراحی شده که شما باور داشته باشید به یه سری مسائل و اون موجودات هر چقدر هم باهوشتر باشن قابلیتشون در گول زدن بقیه و گفتن دروغ های بزرگتر بهتره از اون خب این انجین هم تو مغزمون هست که اون دروغهایی که میشنویم هم شروع میکنیم به باور کردنشون و یه موجوداتی هستیم که میگه که پترن سیکریم یعنی دنبال پیدا کردن پترنیم توی دنیا مثلا یه سری پترن رو پیدا کنیم و ازشون نتیجه بگیریم خب یه آزمایشی انجام شده خیلی جالب یه اه, کبوتر رو میذارن توی مثلا یه قفسی حالا توی جعبه ای بعد یه دکمه اونجا هست خب این کبوتر مثلا میتونه با نوکش این دکمه رو بزنه چرا میخندید؟ داشتم میگفتم اینطوری بعد میذارن با کبوتر باز با باز, باز, با باز. <تصفح> نه بعد مثلا به صورت تصادفی یه وقته که این دکمه رو میزنه به این کبوتر مثلا یه جایزه دونه یه چیزی میدن <تصفح> خب برد. بعد این یه آزمایش روانشناسیه میگن این کبوتره شروع میکنه پترن در آوردن از اینکه چه اتفاقی اتفاق مغز شروع میکنه واقعا این کاری کردن چی؟ یعنی با مغز کوچیکی هم که داره یعنی آره پاترن. مثلا میگه که من اگه یه دور با دماغم اینو بزنم با نوکم اینو بزنم یه دور بزنم دوباره بزنم به من جایزه میدن خب جایزه رو همینجور رندوم میدادن یه وقته آها. این شروع میکرد پترن چیز کردن و سعی میکرد تکرار کنه اون کاری رو که انجام داده بود قبل اینکه جایزه رو بگیره مثلا دو دور میزد میپرید بالا بال فلان دوباره مثلا نک میزد اوه جایزه اومد من... آره این آزمایشش هست من اینو تو یه پادکستی هم شنیدم با انسان هم ظاهرا این کار رو انجام دادن من خودم آزمایشش رو نخوندم ولی با انسان انجام دادن و همین جوری بوده مثلا تصادفی بهش یه جایزه میدادن این شروع که پترن در که من دوبار بپرم یه سینه خیز شنا برم مثلا اینو بزنم این اون رمزیه که به من جایزه رو میده در واقع پترن سیکریم یعنی مغز ما دنبال اینه که یه الگویی در بیاره و اون الگو رو دنبال کنه این وسط یه مفهومی رو تعریف میکنه ما پترن سیکریم یا یعنی ما دنبال فقط اون جایزه ایم یا دنبال مثلا راحل پیدا کردن جایزه ایم ما کها که مثلا هم... به اون بگم جایزه رو بهت میدیم مثلا ملق بزن زحمت پیدا کردن پتر رو حیف که ندارم آهنگ و اینجا ولی خب آقای مرادی هیدن میگن بعضی آزارم برای تزاری ملق بزنن میگه آره دیگه اون دیگه به مفهومی برمیگرد که فرزاد عاشقش اون دوپامینه دیگه اون جایزه رو میگیرید دوپامین رو شما طلب میکنین بعد یه مفهوم مطرح میکنه به اسم چی پترنیسیتی خب یعنی چی برد. یعنی تمایل به یافتن الگوهای معنادار در حوادث بی معنی آها خب؟ مثلا اینکه میگی داشتم بهت فکر میکردم زنگ در رو میزنه آفرین, <تصفح> 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 آفرین. مثلا اینکه. که داشتم نه میخوای یه مثال بهترشو بگم که تو آدم مثال زیاده بزن بزن مثلا حالا آشو میگم آش که میخورن آش داغ آش شما آشدار. آش داغ یا <تصفح marrying> چند سال آش میپزین چند سالتونه آش داغ آش رشته مثلا اینجوری بوده که من میدیدم شب که مثلا آش آماده میشد و یه سری می اومدن میخورن یه تعدادی بودن گفتم آخ امروز صبح به فکر آش رشته بودم خدا حاجت دلمو داد خدای خدایز دیگه خواسته بود <tars> آره <applause> آره. مثلا بود. خیلی زیاده مثالاش خیلی زیاده ولی به صورت کلی مغز ما اینجوریه که تمایل داره به یافتن الگوهای معنادار در حوادث میبنی حالا این وسط دو تا ارور رو معرفی میکنه این ارور خیلی شاید شنیده باشن اولیش فالس پازیتیوه دومیش فالس نگتیوه فالس پازیتیو یعنی چی؟ یعنی اینکه ما فکر کنیم یه پترنی درست در صورتی که نیست یعنی ما به غلطی به اشتباه فکر کنیم که یه چیزی هست درست فالس نگتیف چیه؟ ما به اشتباه فکر کنیم که یه چیزی نیست, نیست. اون پترنه وجود نداره خودش تو تتاکش یه مثال جالبی میزنه میگه فرض کنید مثلا چند ده هزار سال قبل شما انسان اولیه چند صد هزار سال قبل توی جنگلید باز پشت بوته های صدایی میاد خب این ممکنه باد بوده باشه ممکنه یه حیوان در بوده باشه خب و شما توی چند ثانیه آینده باید مهمترین تصمیم زندگی تو بگیری دیگه فرار بکنی یا نکنی فالس پازیتیو یعنی چی یعنی تو فکر کنی که مثلا یه حیوان در رنده بوده در صورتی که باد بوده هیچی نبوده فالس نگاتیو یعنی چی یعنی اینکه تو اون شرایط تو فکر کنی حیوان در رنده نبوده یعنی باد بوده در صورتی که حیوان در رنده بوده باشه و شما مثلا میشی ناهار اون حیوان در رنده اگه فرار نکرده باشی خیلی جالب مثال میزنه میگه پترنیسیتی یعنی این تمایل ما که پترن پیدا کنیم تو چیزهای بیمعنی زمانی اتفاق میفته که هزینه فالس پازیتیو کمتر از هزینه فالس نگتیو باشه یعنی هزینه اینکه ما فکر کنیم اون تو ببر بوده در صورتی که ببر نبوده یعنی ما یه فرار بیخود کرده باشیم هزینهش کمتر از این باشه که ما اونجا وایساده باشیم که این اتفاق میفته دیگه اگه این فکر کنه مثلا باب بوده فرار کنه باد بوده باشه خب یه ذره دویده در صورتی که هزینه اونجا وایس دادن مردنه حالا این داره. اگه آقای تایگر کینگ باشه این اتفاق براتون نمیفته جو اگزاتیک اگه اتفاق این رو شما میتونید تعمین بدین به جاهای مختلف مثال خیلی پررنگی که به ذهنم من میرسه من فقط اشاره میکنم خودمون بعدا میتونیم بهش فکر کنیم مفاهیمیه که از جهنم و عذاب جهنم به ما گفته میشه به عنوان یه انسان اونجا جاییه که هزینه فالس نگتیو آره وسط حرف مهم من اینو بیار بله بله نه بگو آقای جو اگزاتیک فهم خواستم بگم که کی هستن قبلا رازیشون صحبت شده بود بله اونجا وقتی این مفاهیم داره از بچگی به ذهن یه بچه بیگناه خورونده میشه اونجا زمانی که هزینه عمل نکردن به اون مفهوم در واقع اون الگویی که لزوما هم درست نیست بسیار ممکنه بیشتر از هزینه عمل کردن بهش باشه پس طرف ممکنه تصمیم بگیره که خب من عمل کنم دیگه حالا بریم ببینیم در آینده چی میشه این حالا یه مثال بود تمام میتونیم پیش خودمون بهش فکر کنیم ولی به صورت کلی وقتی یه چیزی باب میشه وقتی یه چیزی ترند میشه ما پیش خودمون میگیم آقا من بخوام خلاف مسیر آب کنم ممکنه اون هزینه ها خیلی زیاد باشه پس بیایم ما هم مثلا وام میدیم و میریم دنبال اون قضیه دیگه میبینیم مثلا همه دور و که اینستاگرام میذارن می حالا اون به کنار حاضرن مثلا دوستی خودشون و روابط ارزشمندی که دارن رو به ازای چیزای بی ارزش مثل پول به ازای حالا لذات لحظوی توی لحظ... لحز... توی خوشی لحظه حاضر مثلا آنی. یه سری آره یه سری چیز با ارزش رو بذاره کنار و چون میبینیم خیلی ها این کار کردن ما هم ممکنه بریم بیفتیم تو اون حال و هوا همه میرن لایو مثلا ببینیم اون لحظه چی میخواد بشه آخه همه مثلا میرن لایو لایو اون دو نفر رو دیدن منم برم ببینم دیگه این یه چیزیه که باب شده به کلی حالا این صحبتها رو کردیم از این دو جنبه میشه نگاه کرد که چی میشه اولا خود ما شروع میکنیم به گفتن این مدل حرفا در واقع اون خلعیه که توی ما وجود داره و اون خلا رو ما میخوایم به نحوی پرش کنیم که راجع به آدمایی که دروغ زیاد میگن این خیلی رایجه میدونی همه هم دروغ میگن اعداد ارقامش هست که مثلا چون هم یکی از ده سه از ده حرفایی که میزنیم بسته به شرایطی که هست ممکنه دروغ باشه ولی به کلی این خلعه ها هست اون کسی که داره اون حرف رو میزنه یه خلایی داره در برای پر کردن اون اون حرف رو زده بعدیش اینه که یه فعالیت مشارکتیه اونی که میگه خب یه حرفی رو زده ولی اونی که باور میکنه است که در واقع داره بهش اهمیت میده این اتفاقاتی که تو اینستاگرام میفته ما مخاطب به اینا اهمیت دادیم که این اتفاقات داره میفته و اون طرف قضیه هم چی میشه که ما باور میکنیم همین قضیه است که مغز ما طراحی شده که به یه سری چیزا باور پیدا کنه و الگو پیدا کنه توی مواردی که لزوما الگو ندارن و این وسط دوچار دو تا خطا میشه خطای اینکه که الگویی نیست و ما فکر میکنیم هست در واقع فالس پازیتیو یا الگویی هست و ما فکر میکنیم نیست که میشه فالس نگاتیو و زمانی که هزینه اون حالتی که ما فکر کنیم الگویی نیست ولی در واقعیت باشه بیشتر از حالتی باشه که ما فکر کنیم الگویی هست ولی نباشه خیلی قراقاتی شد ولی وقتی این هزینه از اون یکی بیشتر باشه هزینه باور نداشتن به جهنم اگه خیلی زیاد باشه تو پیش خودت میگی خب ما به این قضیه باور داشته باشیم همه هم دارن این کارو میکنن این بود حرفایی که من تو این اپیزود میخواستم بزنم من یه تشکرم اگه اجازه بدید میخواستم بکنم از پدر آرات حسینی من میخواستم تشکر کنم به خاطر اینکه کودکی بچهش رو حروم کرد به خاطر اینکه اون بچه رو داره تحت فشار میذاره کارهایی ازش میکشه که اگه اون بچه رو ولش کنه لزوما نمیخواد انجام بده از مادر و خواهرش جداش کرده این بچه رو خب بچگی معروف بود دیگه کار عجیب غریب میکرد این بابایی میخواد اینو ژیمناستیک کار بکنه بعد کلی هم تمرین کرد و بالانس عجیب غریب از در و دیوار بالا میرفت وقتی سندش کم بود بعد متوجه شد که تو ژیمناستیک خب پول نیست دیگه چیکار کنی بچه رو بکنیمش فوتبالیست بعد دیگه خب بچه هم استعداد آمادگی جسمانی بالایی داشت کارهای عجیب غریب کرد فیلمش معروف شد نمیدونم مسی براش کامنت گذاشت بعد باباه داره به با عنوان یه ابزار از بچه استفاده میکنه دیگه ابزاری که میتونه اینو پولدار کنه سه میلیون چهار میلیون فالوور داره توی اینستاگرام و این اتفاقی که برای میفته این بچه رو خب بد عادت میکنه دیگه فرض کن این توجهی که الان داره روزانه میگیره رو پس وردا نگیره خب این رو به دپرشن میره یه مطلبی خونم علیدایی که سرمربی پرسپولیس بود این پاشو رفته بود اردبیل یه بازی داشتن بعد اونجا به زور اینو میشونن که آقا فیلم ما یه استعداد خیلی عجیب غریب فوتبال ما باید نشون میدیم علی تونسینو ببر مثلا تو تیم‌های حرفه‌ای بازی کن و اینا به زور دیگه خلاصه این شروع میکنه دیدم ولی وسطش میگه بسته اینو بذاری درسشو بخونه خب هیچ جای دنیا تو... نه نه یکی دیگه رو آه. اون مثال بود اون بچه حالا کلی دپرس شده ظاهرا تا یه جایی الان توی آکادمی مهدوی که که داره فوتبال بازی میکنه داستانی که تو کل دنیا اصلا با بچه های زیر 16 یا 16 سال فکر اصلا قرار داده حرفه‌ای بسته نمیشه این پدرش حالا راه افتاده میگه که نه میخواد بره لیورپول و رئال مادرید افتخار ایران بشه چیزا رو داره قاطی میکنه با هم نمیدونم اگه میشناسیدش میدونی میریزن تو ماستا یه کارای عجیب غریب میکنه ولی آ... بچگی بچهش داره خراب میکنه به عشق اینکه این پس پولدار میشه یه چیزی به این میماسه با چه نمادی با در واقع چه ظاهری اینکه برای ایران میخواد افتخار آفرینی کنه بابا بذار اون به سن نشستید داره. هر کاری خواست بذار بکنه الان مجبورش نکن اگه قرار با بره فوتبالیست معروف بشه دمش که اگرم میخواد بره هیچ کاری نکنه با زندگی خودشه به کسی مربوط نیست ولی اینکه میری با آدم معلوم الحالی مثل تطلو با هم میافتید و ننام. اون میاد برای این آهنگ میخونه و زیر پست این کامنت میذاره این از اون تشکر بعد میرید به یه کسی مثل علی کریمی بعد و بیراه میگی وقتی مستی و نمیدونم اینا دیگه داری چیز میکنی دیگه این بچت داری ازش استفاده ابزاری میکنی و اصلا خروجی خوبی نداره بگم یه چیزی ببین, ببین, حالا ما قبلا در این مورد صحبت کردیم مثلا در مورد پیام صادقیان صحبت کردیم گفتیم که خب این آدم خیلی بااستعدادی بود و اینا ولی به خاطر که مدیریت درستی روش نبود از راه به در شد و الان که میبینید دیگه الان فوتبال بازی نمیکنه آره. آره حالا کارای شرط بندی اینا انجام میده و کارهای دیگه توی اینستاگرام و مثلا از اون راه داره پول در میاره و اون استعداد اصلیش از بین رفت من احساس میکنم متاسفانه در مورد آرات هم همینه یعنی یک نفر که فکر میکنه که واقعا داره یک حالا بچه ای رو مدیریت میکنه واقعا اینطور نیست و داره شاید مثلا یه کودکی رو تباه میکنه به امید اینکه آینده اتفاقی بیفته اینکه حالا آرات یه استعداد خیلی عجیبی داره اصلا هیچ شکی درش نیست تمام ماها حالا ویدیوهاشو دیدیم حالا آمادگی بدنیشو دیدیم دیدیم چه جوری فوتبال بازی میکنه و هزار تا کار دیگه ولی حالا من اون آدم متخصصه نیستم ولی معلومه که داره الان سوء استفاده میشه از اون استعدادی که وجود داره و همشون مدیریت هست دیگه ما متاسفانه خیلی جاها دیدیم که این مدیریت وقتی درست انجام نشده در واقع جواب عکس داده و اینم هم جز همون احساس میکنه اینم هم جز همون کیس هاست یه چیزی هم که این وسط خیلی ساده اذیت می‌کنه، میکنه اینه که میبینید آدم های متخصص و ترینر ها و مربی های مختلفی که اونا به نسبت خودشون معروفن تو فضای مجازی و تو جامعه ایران میان از این حرکت استقبال میکنن و مثلا هم بابا رو ساپورت میکنن هم کل حالا حرکتی که داره انجام میشه نسبت به آراد من همیشه خودم هنوز یعنی واسم سواله که واقعا داره کار بد و اشتباهی در این بچه صورت میگیره یا نه مثلا ما واقعا شاید علم خاص و دقیقش نداریم نمیدونیم که این بر اساس بقیه مثالایی که هست این کارا کارهای بد و اشتباهی بچه تونسن باید بچگیشو بکنه پیش خانوادهش باشه آره میدونی دیگه روانشناسی آره. تو سن کم بچه فقط محبت نیاز داره نه چیز دیگه اینو این ورداشته بچه رو از مامان خارج دور کرده برده انگلیس با ویزای دانشجویی دانش آموزی بعد گل شکایت توی لایو اینستاگرام که دولت حمایت نکرد من بلیط هواپیما نداشتم بگیرم تو چی داری میگی تو بچه رو برده بچه رو برده افتتاح فلان بانک م تو شهرشون پنجاه میلیون تومن گرفته اصلا اینجوری استفاده ابزاری میکنن از بچه نه خبه، ببین خبه از اون برم نگاه کن دیگه مثلا حالا میگم من میگم کاری که داریم میکنه از من اشتباهه ولی تو ذهن خودش اینه که کاری که دارم میکنم درسته و من بعد هزینه این کاری که دارم میکنم یه جوری در بیارم دیگه حالا افتتاح بانک افتتاح تونله مثلا برج فلان و اینا مثلا ببرم اونجا رو به عنوان یه نمادی این بچه رو ببرم مثلا یه پولی بگیرم برای اینکه فردورزی مثلا هزینه خودش بکنه ولی اینکه میان توی فضای مجازی درگیر لفظی لح... میاد... به وجود میاد مثلا به چه میدونم علی کریمی که اونور فوش میده و اینا اینا دیگه از دست در رفتن یه قضیه است میدونی یعنی قضیه داره بزرگتر از اون چیزی میشه که نیاز واقعا داره بشه آره دیگه میری آخه با تتلو مثلا این بچه رو میندازی تو دامنه اون اصلا چه کاریه بعد این فکر کنم یه ترانزیشن خیلی خوبیه به جالب هفتمون بله که... دو تا جالب براتون بگم یکیش واقعا همین آقای امیر تتلو امیر مقصودلوه که خب این چند مدت خیلی سر صدا کرد خب این از کجا نشأت گرفت از خب امیر تتلو قبلا زیاد چیزای مختلف گفته بود که حالا به مزاج خیلی ها مثلا خوش نمی اومد خیلی ها دوست نداشتن حرفایی که میزنه مثلا اینستاگرام حرفایی که میزد شاید جالب نبود و اینا ولی خب این دفعه اتفاقی که افتاد قبلش یه کل کل بازی شده بود بین هیچکس که آلبوم جدیدش داده بود که امیر گفته بود که حالا آلبوم مناسبی نیست و اینا از اون اومد یه استوری گذاشت که حالا من میتونم بخونم واسه میتونم براتون اینجا شیر بکنم چرا که نه که ایشون فرموده بودن دخترای 15 تا 20 سال که ساکن ترکیه و شهر استانبول هستن برای ورود به حرم سلطان به دایرکت مراجعه کنن توی اینستاگرامشون گذاشته بودن بعد مثلا یه زدی هم گفته بودن که اگر برام یه نیو فیس 17 ساله ورزشکار گیاهخوار گیاهخوار با حیا پیدا کنید به اینستا برمیگردم و فضا رو با چهره جذابم و پر انرژیم نورانی میکنم محدودتون به سن نکنم بین 15 تا 20 سال قبوله خب این مم. استوری بعدیشون که خب حالا چه اتفاقی افتاد خب خیلی اومدن ایشون رو ریپورت کردن تو اینستاگرام و پیجشون که تقریبا 4 و چهار دهم میلیون فالوور داشت اون تیک آبی هم داشت از دسترس خارج شد و اینستاگرام حالا اومد یه دونه در واقع بیانیه داد حالا بیانیه که نه یه اومد یزی گفتش که پیج امیر تتلو از بین در واقع ما از به خاطری که گایدلاین های ما رو فالو نمیکرد و دنبال نمیکرد به این سری در اشتباهات رو مرتکب شده بود از دست خارج کردیم و نمیذاریم دیگه پیجی داشته باشه که حالا بعدش دیدیم که اومد یه پیجی دیگه زد که زیر مثلا 17 جسد یک و دو دهم میلیون نفر ها اومدن فالو کردن من نظر خودم اول بگم در این مورد یا شما کسی نظری داره چیزی بگه بگو نظر خودتو ببینیم چه شکلی من حالا خیلی هم گفته بودن که در این مورد صحبت نکنید مثلا اینا خبرای زرد هفته است و اینا ولی به خاطر اینکه خیلی یادم در مورد صحبت میکنم و نظرهای مختلفی در موردش وجود داره من گفتم که شاید بد نباشه اول ما حالا یه چیزی در موردش گفته باشیم ببین نظر من اینه که اگر که هر کس دیگه توی دنیا از چه, چه, چه ترامپ تا چه میدونم امیر تتلو اگر اون استوری رو میذاشتن که دخترای بین 15 تا 20 سال برای من بیارید یا 17 ساله بیارید که زیر سن قانونی هستن 100 صد درصد باهاش همین برخورد میشد یعنی اصلا من در این شکی ندارم که وقتی که تو به دخترهایی که حالا یا دختر یا پسر کسی که ایج هستن مثلا یه استوری میذاری و از مردم درخواست میکنی که همچین مثلا دخترایی به شما ارائه بشه توی کانتکستی که میتونه در واقع میتونه جنسی باشه که سرا ما همون هم میدونیم به چی معروفه دیگه حرم سرا های سلطان ها مثلا فیلم های ترکیه دیده باشید میدونید که چیکار میکنن توش صد درصد مورد حالا تنش و برخورد آدم ها قرار میگیره اینو اصلا تو شکی ندارم و به نظر من کار اینستاگرام درست بود که این کار رو انجام داد و مثلا حالا پیجیشون رو بس به صورت دائم شاید نه ولی خب بستن پیجه و حالا ریپورت شدنش و اینا درست بود ولی از اون برم ما حالا بقیه سری آدم های دیگه هستن که الان اومدن سوار این اتوبوس امیر تطلو شدن که بقیه رو هم از دسترس خارج بکنن اتفاقی که میفته اینه که ما همیشه مثلا توی ایران از این مینالیدیم که آزادی بیان وجود نداره مثلا ما حرفایی که میخوایم رو نمیتونیم بزنیم ولی از اون الان مثلا یه نفر که حرف دلشو مثلا میزنه تو آهنگش مثلا میاد یه سری چیز میگه میخوایم از دسترس خارجش بکنیم مثلا مثال دقیق, دقیق ترشو بزنی بگو تو کدوم میخوای بگی پادکست رو مگه میخوای بگی آه پادکست رو میخوام بگم خب پادکست مسیح راستی کینگ رام که خب یه پادکست خیلی آزاده از ماها خیلی آزادتر صحبت میکنه در مورد دراگ و در مورد سکس و همه چیز صحبت میکنه تجربه شخصی خودشه آدم ها رو وادار نمیکنه به اینکه برید دراگ بزنید ولی میگه اگه که خواستید مثلا یه همچین تجربه ای من داشتم و اینطوری بوده که به نظر من به نظر شخصی من این مشکلی نداره حالا ماها بعضی ها اینطوری که چرا این ممکنه مثلا برادر کوچکتر من بشنم مثلا تحت تاثیر قرار بگیره اول اینکه خب برادر کوچک شما بشنوه و اگر میشنوه باید خودش با عقل خودش حالا تصمیم بگیره و شما نمیتونی حرف زدن یکی دیگر رو کاملا حالا از بین ببری یعنی شو اون طرف رو کنسل بکنی دوباره برمیگردیم به همون کنسل کالچری که ما خیلی در موردش صحبت کردیم به خاطر اینکه میترسی یه نفر دیگه گوش بده یه تجربه شخصی بگم ما فکر کنم سیزن دو بود که من و کارون یه مشاجره خیلی کوچیکی داشتیم تو که هست یاد باشه خونه ما در مورد همین چه مطالبی رو ما توی خودکست درمانی صحبت بکنیم من اون موقع داشتم به کارون میگفتم که آره خودکست رو شاید مثلا خانواده درجهی که من گوش بدن و من شاید نخوام که مثلا یه سری مطالب جنسی توش صحبت بشه به خاطر اینکه خب زشته چه میدن فلان که اون موقع کارون حرف قشنگ زد گفتش که خب ما اگر که بخوایم به خاطر بقیه حالا یه برنامه رو بسازیم که همه مثلا حالا ممکنه گوشش بدن میشیم مثل صدا و ایران یعنی میشه مثل یه برنامه‌ای که واقعا هیچ چیزی برای ارائه کردن نداره و هیچ فرقی هم نمیکنه پس چرا مردم بیان ما رو گوش بدن دیگه برنامه خودمونی نیست در واقع حرفایی که حالا ماها چهار تا پسر وقتی مثلا دور هم هستیم میزنیم رو اگر که نزنیم دیگه در واقع خودکستی وجود نداره میشه میشه شبکه مثلا مثل سروسیمایی خب بعدا ما فهمیدیم که حالا من شخصا به این که درسته یعنی ما حرفایی رو میزنیم اگر که جایی مثلا حرف مثبت 18 بزنیم اون کار مثلا چون اون تیک مصبت هیچه رو میزنیم تا جایی که در دست خودمون باشه یه کاری میکنیم که افرادی که بالا 18 سال هستن این رو گوش بدن ولی همیشه نمیتونیم رو بگیریم چون من 500 تا من خودم مثلا موقعی که بچه تر بودم بازیایی که مثلا برای بالا 18 سال بودم مثلا خودم بازی میکردم از زمان و اگه میپرسید میذارم آره به خاطر همین من میگم که ما درسته که بعضی هستن که حالا باید به خاطر حرفی که زدن به خاطر رفتاری که تو اینستاگرام داشتن و اینا ممکنه ما اینطوری در واقع فکر بکنیم که باید اونا از دست از خارج بشن ولی اینطوری هم نباشه که هر کسی رو باهاش مخالفیم اینطوری باشه یعنی نیایم دیگه همه رو شروع کنیم به ریپورت کردن که حالا حالا این طرف این حرفی که زد رو من دوست نداشتم باید ریپورت بشه اون طرف مثلا یه عکسی گذاشت <تص> یه ذره خیلی سکسی بود مثلا این بار ریپورت بشه یه از توی بیزنس بهش میگن سامپل سایز اف وان یعنی یه فکری که فقط یک نفر داره یه عقیده‌ای که فقط یک نفر داره ما عقیده خودمون رو سعی نکنیم قالب بکنیم به بقیه و بذاریم خودشون به این نتیجه برسن حالا در مورد امیر تطلو هم به نظر همینطوریه حالا اگر اون حرف رو میزد اگر اون استوری هر جای دیگه توسط هر شخص دیگه تو دنیا در واقع منتشر میشد همین بازخورد داشت شاید هم یه ذره شدیدتر ولی خب از اون ورم نباید باعث بشه که حالی یه نفر که از دست از خارج شد تمام دنیا رو سعی کنیم که با, امون با عقده موافق نیستن از دست از خارج بکنیم یه سوال اون پادکست مستی راسی الان چی شده؟ الان هست یا کنسل شد؟ نه 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 هست خیلی ها عقیده داشتن که باید از دسترس خارج آه. بشه که به خاطر حرفایی که در مورد آه. مثلا موادهای مختلفی که ایشون مصرف کرده صحبت میکنه در مورد خاطرات حالات جنسی که ایشون داشته صحبت میکنه و خاطر است که اگر اون باشه جوروگن رو باید ما از دست از خارج بکنیم تمام پادکست های خارجی بعد از دست برن که ما گوش میدیم حال میکنیم اصلا باید. همه کسایی که آره من گوش میدم دونه دونه باید از دست از خارج بشن به خاطر حرفای یا جنسی که میزنن یا به خاطر به قول معروف حالا موادی که مصرف میکنن و مشروبی که میخورن و اینا یه بحثی بود خیلی هم داغ بود که آره ایشون هم باید ریپورت بکنیم که خب من هیچی نگفتم توی اون گروهی که بود ولی نظر شخصی من اینه آقا حالا ریپورت کردم اینجوری نیست که مثلا یه میلیون نفر ریپورت کنن که اونو نمیبندن که بقول تو تطلود حرفی که زده بود چون برخلاف قانون بود و توی اون کتگوری میره که حتی شما با, با روانشناس که صحبت کنی تمام حرفات محرمانه میمونه اگه یه حالت آه. باشه که اون حرفا مثلا قرار باشه به یه بچه ای آسیب برسونه دیگه اون روانشناس مجازه که بره مثلا به پلیس بگه تا سایت تعطل اون بود که ریپورت شد و پیجش بستن هر کی ریپورت آه. کنیم پیجش آه. بستن آه کارو من رو بگم تا یه مدت خیلی نزدیک قبل اینطوری بود که اگه مثلا تو 500 هزار تا فالوور داشتی آره مثلا 500 هزار تا آره مثلا 100 هزار تا تو رو ریپورت همینطوری می‌کردن اتوماتیکی تو چیز میشد اکانتت میاد پایین ریشیو یعنی آره یا با. با. آره 20 حالا این مورد خاص عددش نیست حرف... نبود این مورد خاص به خاطر حرف غیر قانونی بود که زده بود حالا اون خیلی مهم نیست من فقط یه نکته رو جای بگم این آدم به نظر من از مریضه و باید درمان بشه خب من بله. بیشتر از این راجعش صحبت نمی‌کنم ولی حالا راجع به حرفی که ایمان زد که یه چیزی را افتاد که بخیرم ریکورد کنیم با اینا نظر شخصی من آزادی بیان باید وجود داشته باشه هر کسی که فکر میکنه و محتوایی تولید میکنه این اجازه رو باید داشته باشه که اون محتوا رو در اختیار بقیه بذاره و این ماها هستیم که در واقع ما شنونده ها هستیم که میتونیم انتخاب کنیم ببینیم که در واقع کدوم مطلب برای ما خوشایندتره من اون رو دنبال میکنم چونم پادکست که من دنبال میکنم با پادکست که ایمان دنبال میکنه فرق داره فیلمایی هایی که میبینیم فرق داره هر کسی آزاده که بره اون محتوا رو دنبال کنه یه مقدار برمیگرده به اپیزود امروز من در واقع اینستاگرام بله چرا میخندی فرهاد یه لبخند اینستاگرام داره این امکانه به همه میده که به اپیزود امروز من برمیگرده که اینستاگرام این امکانه به همه میده که صحبت کنم و کلی حرف داریم که خب تزویر و دورویی توی خیلی این حرف ها هست ما یه بیننده اگه آگاه باشیم به این قضایی خودمون شاید بتونیم معیار درستری داشته باشیم برای انتخاب کردن اینکه چی رو فالو کنیم ولی اینکه ما از اول بخوایم سانسور کنیم خیلی وقتا این سانسور بودنه با نظر شخصی منه و نظر شخصی من قابل تعمین دادن به کل جامعه نیست هر کسی نظر خودشو داره سلیقه خودشو داره باید آزاد باشه باید هر کسی که فکری داره و میتونه مطلب خوب تهیه کنه بره تهیه کنه چه اشکال داره پادکست بده کتاب بنویسه نمیدونم وبلاگ بسنه، اینستاگرام داشته باشه و آدم ها آدمان که انتخاب میکنن و امیدوارم که ما در واقع معیار سنجش انتخاب درست رو داشته باشیم دقیقا من کاملا با این موضوع موافقم چون ما خودمونم یه بار درگیر این شده بودیم من گفتم یه تجربه شخصی هم ما داشتیم در این مورد آره اون اپیزودی هم, سوات هم سوات. که من راجع به چی صحبت میکردم یادم ما تو خود اپیزودم خود ایمان معذب شده بود بعدش هم دقیقا همین حرف رو زد که شاید مثلا یه بچه کم سن و سال میبینه ما مثلا مثبت اینجا رو نذاشته نزش... بودیم نگفته بودیم اولش آره رو این موضوع خود ما هم چون داخل بودیم شاید تجربه ما هم کمک کننده باشه به صورت کلی ولی خب روند اینطوری پیش ما تو این دو سال خورده ای به این باور رسیدیم که چیزی که باید گفت رو باید گفت ممکنه خیلی خوشایند نباشه برای همه ممکنه یه سریا ناراحت بشن ولی اگه چیزی گفتنش درسته باید گفته بشه و حالا اگه کسی هم مطلبی رو داره با فکر خودش درست میکنه بر اساس تجربه خودش بذاریم اون کار انجام بشه دیگه حالا پادکست یه نفرم بستیم دردی دوا نمیشه اون یه نفر سرکوب شده شنونده‌هاش هم سرکوب شدن یه دیگه هم که بود حالا یه دلیل دیگه هم که میگفتم بعد در واقع از دسترس از خارج بشه تتلو به خاطر حرفه بود که توی مثلا شعراش میزد که مثلا حالا خیلی بعضیاش جنسی شده بود و اینا خیلی رک حالا من شخصه به من شخصا به عنوان یک فرد موزیک تتلو رو گوش میدم و بعضی از آهنگاش رو دوست دارم حالا من اینو بگم ولی خب اگر که ما بخوایم مثلا بیایم با خارجی و مقایسه بکنیم شما آهنگای ویکند رو اگه که گوش بدید و ترجمه بکنید تتلو کی باشه اصلا برسه به کسافتی اون آهنگا یعنی ام. یه چیزایی میگه آقای ویکند اونجا حتی حالا اصل... اینا همش فرهنگی اونا خب فرهنگشون با ما فرق داره ما توی فرهنگ دیگه بزرگ شدیم همش نسبیه دیگه در واقع ولی ولی آره اون که حالا آره آزادی بیان میگم آره اون تو آهنگاش چی میگه بحثش جدا خب این کاری که کرد تاجر سن و اینا حرف زد این غیر قانونی بود و باید بسته میشد بله فرض فرض شما چیز نری بگی خیلی ساکت رکورد اپیزود داریم میزنیم ما بودش ساعت من در... <تصفح> استفاده میکردم من منم نظر خاصی ندارم دیگه راجع این داستان یعنی نظرم یه مجموعه از رو فر... ما بخوریم تو اونجا بشین ساکت <تصفح> فر... م... من هم نظرم ولی مثلا مشخصا با... به تطلو چون یه اپیزود در مورد این رفتیم که هنر و هنرمند هنر فکر میکنم اگه به همین فرمون مثلا تطلو مشخصا پیش بره چون همینطور که ایمان گفت خب منم خودم یه چند تا آهنگ خاصش که گوش میدم ولی مثلا شاید اگه این فرمون رو پیش ببره شاید یه کسی مثل منم که اون چند تا آهنگش رو گوش میدم یه اون کارایی که انجام میده باعث بشه که همون چند هم گوش ندم شاید ولی بر رو بقیه حرفا هم منم همون نظرمه بریم سر جالب بعدی. بعدیمون بعد. آره اینم چون با دیگه رب دارم من دوست دارم که اینا رو اینجا بگم بعدش هم میریم سراغ هفته بعد خب اینه که این صحبت کردیم براتون برم چیز دیگه ای که خیلی خبرساز شد فیلم و آهنگه شما میشنمین نه آره خانم الناز گلرخ بودن و آقای حمید فدایی که مدل هستن که یه آهنگی رو منتشر کردن به نام جاست فالومی که خب خیلی اینم خبرساز شد در شبکه های مجازی خیلی در موردش در واقع بحث شد بحث و گفتگو انجام شد و حالا اینم شب بد نباشه که نظر آقا تعداد دیسلایک ها رو دیدی <تصح> بله بله نه من نه <تصح> 22 هزار تا دیسلایک دارن 1800 تا لایک اینا درخواست فالو دادن تو اینستاگرام دیگه یعنی گفتن بیان ما رو فالو کنی ولی اینو بهتون میگم که توی 24 ساعت اول تقریبا 500 هزار نفر این رو دیده بودن که عدد واقعا مناسبیه یعنی من نکانی... 2000 دلار آمریکا مینیمم درآوردن از این چیز. چقدر 2000 دلار بیشتر 20000 دلار 20000 نه 2000 درست گفتم 500 هزار تا دیگه هر هزار تا مثلا بگیرید 4 دلار این میشه 500 ضرب در 4 4 دلار خوب حساب کرده با اون کار الان 885601 تا ویو داشته تا الان که صحبت میکنیم حالا میتونه بالا پایین باشه و تقریبا هزار تا هم کامنت براشون رفته. عدد 12 ام ترندینگ یوتیوب هم بود. یه چند بله بله ایشون توی پیج ترندینگ یوتیوب بودن و اینا نظرتون چیه شما اول دفعه قبلی من صحبت کردم یکی این من آخر میگم چون که حال دلیل دارم چون خب از من بگم و... من نه هیش نه هیش رو... رو بگم. که اول نه هیچ کی چی نگه صبر رو الان صبر رو هیچ چی نگه just follow من ما اصلا نمیشناختم قبل اینکه این اتفاق بیفته و به نظر همین که چی شد نمیشناختم نمیشناختی من درست آره نمیشناختم با. و به نظرم همین که من نوعی که نمیشناختم اینا رو قبل این ویدیو و الان میشناسم اون اینا اون هدفشون رو بهش رسیدن و ایول <applause> آره به نظر من این کاملا کار مارکتینگ بوده اینا میدونستن که چقدر ضایع میخونن و اصلا موسیقی حالیشون نیست از قصد این کار رو کردن و صد درصد به هدفشون رسیدن و معروف شدن دیگه دقیقا من هم مثل فرزاد مثلا اینا رو نمیشناختم بعدش خب الان من پس داره تو خیامونی که اسمشو رو بگه می‌شناسم فقط من این نکته بگم این وسط اونایی که شروع کردن لحجه اینا رو مسخره کردن به نظر نکته اصلا اون لحجه نیست خب تمام ما آدمایی که مهاجرت کردیم بالاخره تو صحبت کردن زبان اون لحجه داریم موضوع اینه که اینا هم انگار خوششون میدونستن یه کار مسخره ایه. یعنی نه کار فاخر موسیقیایی بود که اینا پخش کردن انگار معلوم بود که آقا ما داریم مسخره در میاریم و آره دو شیش دهم میلیون فالوئر برو به وارن بافت داره. وارن بافت ببین نزدیک نصف جمعیت اسفان رو ایشون دمار کنم خیلی عدد زیادیه دیگه. دیگه صد درصد به اهدافش رسیده و این ده. مسئولش ما دیگه ماهایی که اینا رو فالو میکنیم دنبال میکنیم خود من هم این کار کردم باعث میشیم با. که اینا معروف شن دیگه ایشون دنبال میکنین شما الان نه رفتم آهنگش آه. دیدم دیسلایک کردم آره. من که فکر کنم اینا میخوان یه سایت شرطبندی بزنم به زودی ببین اون خب بعید نیست ولی خب منم نظرم خیلی به کارون شبیه به نظر من حالا ایشون اومد یه کار مارکتینگ انجام داد توی یه کار خودش و آرایش و شاید مدلینگ و اینا خانم موفقی میتونه باشه خوش چهره است کاری که داره میکنه همونطور که دیدیم میتونه <applause> کار خوبی باشه ولی <applause> از اونور میگم کسایی که لحجه این افراد و مسخری کردن من از خیلی کار اشتباهیه ما خودمون با این موضوع دست و پنجه نرم کردیم هممون توی اینجا و میدونیم که لحجه داریم من اونجاش که یه ذره اذیت شدن این بود که فارسی هم با لحجه میخونن یعنی فارسی خوندنشون هم لحجه دار بود یه بیمابین عجیبی بود عجیبی بود آره آره و این به من خیلی راحت ثابت میکرد که این کار مارکتینگه و از اون ببین وقتی که یه نفر داره یه حالا موسیقی رو تولید میکنه یا هر چیزی این معلومه که فیلم برداریش خونگی نیست یعنی نورپردازی داره افراد مختلفی اومدن فیلم برداری کردن و اینا یه نفر توی این پرسه م... به اینا گفته این خیلی چیز مزخرفیه خوندنتون و آهنگ یعنی اینو که تو خونه زب نکردن که این حالا یه جورایی آهنگساز داشته رفتن اینجا خوندنش یه ای نفر اینو ضبط کرد و فلان و این حرفا به اینا گفته شده که چیزی که دارید بیرون خیلی بده من اول این اعتماد به نفسشون رو واقعا تحسین میکنم چون من برای اینکه مثلا بخوایم مثلا فالوور بگیریم کار رادیکالی که کردیم اون بود که فرض, فرض با لحجه صحبت کرد اولش توی اون چیز اولی که ما رفت که دادیم <تص> آره پرومو اولی که داشتیم فرهاد یزی بالا الان جید. هم فرهاد کار رادیکال دوم قراره بکنه یه روز سر پوایی میسته همیشه <applause> کارهای رادیکال رو هم بسپرید آره ولی خب دمشون گم من برای حالا اون جرعتی که داشتن احترام قائلم ولی بازم به نظر جرعت من جرعت همش اون دو شیش دو میلیون الان فالو داره حالا بزن منم بگم دیگه پولشو داره در بیاره توهین کردن بین این افراد کار درست دنیا حول چی میگرده اون چیزی که تو ذهنتونه که درست قطعا حول اون میگرده و با حول باقیم. پول کلمات بله. چند ببین من دقیقا یه رو قبل از اینکه پادکست رو شروع کنیم توی فیسبوک بودم حالا من فیسبوک رو چک میکنم هر چند وقت بعد پیج سینا ولی یه چیز گذاشته بود یه لینک ویدیو گذاشته بود که با همین دو نفر مصاحبه کرده بود یه روش سری کلیک کردم و طولانی هم بود ولی زدم جلو اینا قشنگ توضیح میدن که کار شعر و موسیقی و فیلمبرداری کار کار آقای اشکان چی چی اسپرس هم. اه... همین فدایی, فدایی آره کارش خودش آه. کرده و دقیقا همینی که شما ستا گفتید خیلی برنامه ریزی شده بوده که کار فان و اصلا داستانی هم که تعریف میکردن این بود که گفتن توی این ایام ما دیدیم مثلا طرف که خاننده میاد مثلا ویدیو آشپزی میذاره اون کسی که مثلا ورزشگاره میاد مثلا نقاشی میکشه اینا ما هم گفتیم مثلا ما که کار فشن و مد اینا میکنیم بیایم یه کاری که اصلا توش هیچ تجربه و مثلا مهارتی نداریم ده میلیون ویو خورده ایمان داره نشون میده روی صفحه بس. آره ما گفتیم بیا همچی کاری بکنیم و اینا و خودشون دقیقا انتظار این کار انتظار این ریاکشن ها رو داشتن حالا نه تا این حد ولی اینجوری که میگفتن حال کرده بودن و مثل اینکه در آینده شاید بخوان مثلا ویدیوهای بهتر و حرفه‌ای تری بدن و جدیتر و فقط... به نظر من کل کارشون کار جالب و نوعی بوده دیگه یه تی... اثر اثر سر فقط این ویدیو رو من بهتون بگم ویدیو قبل از اینکه گذاشته بودن یک و هفت دامه میلیون دیده شده بوده که خودش خیلی این, من. این ویدیو ده و دو دهمه ده میلیون دیده شده و سر شونزه هزار تا کامنت تقریبا همه چی رو ده برابر کرده اکس پردیه رو میگیم ها چند تلایی خورده؟ سد و چلا هفت هزار تا اکس قبلیه رو نشون میده؟ <laughs> باز سفر <laughs> آره خلاصه اینم جالب هفته دوم ما بود من فکر کنم دیگه ما ببندیم چون یک ساعت و 26 دقیقه است که داریم اینجا صحبت میکنیم در مورد موضوعات مختلف ببخشید اگر که از این بر به اونور پریدیم دیگه یه اپیزود برازه من خودم خیلی دوست داشتم جالب بود جمع کنیم بریم بریم قبل شیشکی براتون بکشم بگش خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی سم خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و میتونید تصویری رو توی یوتیوب ببینید اه ما اه میریم و پنجشنبه با یه موضوع خیلی اسپشیال فلا خدا فلان خدافظ خدا آقا بیاید یوتیوب خدافظ